به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. محمد جواد مرعاتی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک. در خدمت شما هستم با آموزش شبیه سازی سیستم های مکانیکی در سیمسکیپ مولتی بادی سیمولینک مطلب بخش تکمیلی. این آموزش برای فرادرس تهیه شده و بخش مقدماتی اون رو هم ما قبلا داشتیم که برای ارائه این بحث نیاز هستش که شما به مباحث بخش مقدماتی یه تسلط نسبی داشته باشید. ما در بخش مقدماتی اومدیم صحبت کردیم که چطور میتونیم در محیط سیمسکیپ مولتی بادی سیمولینک بیایم و مکانیزم های خودمون رو شبیه سازی بکنیم، اونها رو مدل بکنیم در محیط نرم افزار و حرکات و نیروها و گشتاورهایی رو که دلخواهمون هست بهش اعمال بکنیم و بعد ببینیم که نتیجه این کار ما چطور شد. هم انیمیشن اون مکانیزم رو ببینیم و هم نتایجی رو که نیاز هست به دست بیاریم و در صورت نیاز اونها رو تحلیل هم بکنیم. توی بخش اول این آموزش قصد داریم که یک مرور خیلی سریع به مفاهیم مقدماتی مولتی بادی که در بخش مقدماتی این آموزش ارائه شده داشته باشیم و بعد بریم سراغ مطالب جدیدتر. ما توی بخش تکمیلی قصد داریم بپردازیم به بلوک هایی که در محیط سیمسکیپ مولتی بادی معرفی نکردیم یا قابلیت هایی که در این محیط وجود داره و به اونها نپرداختیم و یک مقدار مباحث تکمیلی رو اینجا مطرح بکنیم. خب بریم سراغ شروع مرور مفاهیم مقدماتی که در بخش آموزش مقدماتی خدمت شما به طور مفصل ارائه شد. ابتدا بپردازیم به مفاهیم کلی شبیه سازی در مولتی بادی. اول ببینیم که هدف ما در سیمسکیپ مولتی بادی چی هست. هدف اصلی در این محیط مدل سازی، شبیه سازی و مشاهده و تحلیل نتایج سیستم های مکانیکی هست. حالا این سیستم های مکانیکی میتونن هر مکانیزم خاصی باشن، میتونن ربات باشن یا هر چیز دیگه‌ای که نیاز داشته باشیم در این محیط اون رو شبیه سازی بکنیم و نتایجش رو ببینیم. ولی برای انجام پروژه توی این محیط ما باید چه کاری انجام بدیم؟ ببینید، ما مدلمون رو میاییم با استفاده از بلوک های سیمولینک ایجاد میکنیم در محیط مولتی بادی که حالا در ادامه همین فصل بهش میپردازیم. بلوک هایی که خدمت شما معرفی کردیم رو یک مروری میکنیم تا وقتی که میخوایم بلوک های جدید رو هم معرفی بکنیم از این بابت مشکلی نداشته باشیم. اما اجزایی که ما میخوایم در سیستممون ایجاد بکنیم با استفاده از بلوک های بادی اتفاق میفته و ما تو بلوک های بادی میاییم تنظیماتی که نیاز داریم به هر جزء و هر لینک اعمال بشه اونها رو تنظیم میکنیم و سپس این اجزا رو که بادی های ما هستند به هم مونتاژ میکنیم با روش های مختلف. حالا درباره مونتاژ ما یک سری بحث‌هایی رو قبلا مطرح کردیم، ولی توی بخش تکمیلی روش‌های جدیدی رو هم مطرح می‌کنیم که حالا در ادامه خدمت شما ارائه خواهم. اما در ادامه می‌رسیم به نحوه ایجاد بادی‌ها. همونطور که گفتیم اجزایی که ما در مدلمون در محیط مولتی بادی می‌خوایم ایجاد بکنیم با استفاده از بادی‌ها ایجاد می‌شن. پس میاییم یک دوره‌ای داشته باشیم درباره مفهوم بادی‌ها و نحوه استفاده از این بلوک‌ها. ما به طرق مختلف میتونیم بادی‌ها رو در محیط نرم افزار ایجاد بکنیم که در اینجا من 3 تا روش اصلی و خدمت شما میارم و چند تا از بلوک‌های مربوط به هر روش رو هم مثال میزنم. البته بلوک‌های دیگه هم هستش که باهاش آشنایی مقدماتی خواهیم داشت. روش اول استفاده از جسم‌های آماده هست که هندسه معینی دارن، مثلا مکعب مستطیل، مثلا کره، مثلا استوانه. همینطور که اینجا مشاهده میکنید 2 تا از این بلوک ها اینجا مشخص شدن، بلوک بریک سالید و بلوک سیلندریکال سالید، که همونطور که از شکلی که روی بلوک هم مشخصه هر کدوم اینها میان یکی از شکل های هندسی سه‌بعدی رو برای ما ایجاد میکنن. حالا این بلوک مکعب مستطیل ایجاد میکنه، این بلوک میاد و استوانه ایجاد میکنه. البته مثال های دیگه ای هم هست که ما این بلوک ها رو به صورت مفصل قبلا در قسمت مقدماتی این آموزش تا
توضیح دادیم و الان دیگه سرش خیلی وارد جزئیات نمیشه. این پس شد از روش اول. روش دوم به این صورت هستش که ما میایم نقاط مرزی رو مشخص میکنیم، اونها رو به هم اتصال میدیم و سپس یک ضخامت و ارتفاعی بهش میدیم. همونطور که اینجا هم مشخص از شکلی که توی بلوک اکسترودد سالید مشاهده میکنید، ما اول باید بیایم یک طرح دو بعدی رو ایجاد بکنیم و اون رو در راستای محور زد که عمود بر اون صفحه‌ای هستش که طرح دو بعدی مداخلش هست، یک ارتفاع و ضخامتی بدیم. حالا اون طرح دو بعدی چطور ایجاد میشه؟ با استفاده از نقاطی که ما تعیین میکنیم، حالا به هر شکل، با استفاده از معادله نویسی در مطلب یا با استفاده از دستی وارد کردن نقاط. مختصات اون نقاط رو ما وارد میکنیم، بعد نرم افزار میاد نقاط رو به هم وصل میکنه و یک شکلی رو ایجاد میکنه. این شکل دو بعدی تشکیل میشه. بعد ما میگیم که در راستای محور زد که عمود بر صفحه این شکل دو بعدی هست، چقدر این جسم ما ارتفاع و ضخامت داشته باشه. پس اینم شد از روش دوم. اما روش سومی که ما اینجا داریم، وارد کردن یک جسم طراحی شده از نرم افزارهای CAD هست که با استفاده از بلوک فایل سالید انجام میشه. ما میتونیم اجزا و لینک هایی که در نرم افزارهای CAD مثل سالید ورکس ایجاد کردیم رو وارد نرم افزار سیمولینک بکنیم داخل محیط مولتی بادی و از اونها به عنوان اجزای سیستممون و لینک های سیستممون استفاده بکنیم. چرا؟ چون طراحی کردن یک لینک یا یک جزئی از سیستم در نرم افزارهای CAD که به صورت تخصصی برای طراحی هستند خیلی ساده تر از طراحی این لینک ها و اجزا در محیط مولتی بادی هست. در محیط مولتی بادی همونطور که گفتم، اگر بخوایم یک شکلی که شکل رایج هندسی نیست، مثلا مکعب مستطیل نیست، استوانه نیست، اون رو اگر بخوایم مدل بکنیم، باید بیایم و همه سطح مقطعش رو به صورت نقطه های پیوسته مشخص بکنیم تا اون نقاط به هم متصل بشن و جسم ما رو تشکیل بدن و بعدم یه ضخامتی بهش بدیم. تازه خیلی کارمون اینجا محدوده و یک سری از اشکال رو اصلا نمیتونیم ایجاد بکنیم. اما تو نرم افزارهای CAD دیگه محدودیتی نداریم و میتونیم اون جسمهای خاص خودمون رو به هر شکلی که میخوایم طراحی کنیم و با استفاده از این بلوک فایل سالید بیاریم و داخل محیط مولتی بادی قرار بدیم. پس این شد سه تا از روش های اصلی که ما برای ایجاد بادی ها به کار میگیریم و از اونها استفاده میکنیم. اما بعد از اینکه بادی های سیستم خودمون رو طراحی کردیم، باید بیایم اونها رو در کنار هم قرار بدیم و مونتاژ بکنیم تا سیستم کلی ما تشکیل بشه. همونطور که میدونید هر مکانیزم ربات از یه سری اجزا و لینک ها تشکیل شده که هر کدوم از لینک ها رو ما با استفاده از یک بادی یا چند بادی ایجاد کردیم و بین اینها باید یک سری قید رو اعمال بکنیم تا سیستم ما شکل بگیره. این نکته رو شما حتما به یاد داشته باشید که هر کدوم از اجزای ما لازم نیست صرفاً توی یک بادی تشکیل شده باشه. ممکنه که ما یک جزء رو با استفاده از چند تا بادی و متصل کردن اونها به هم بدون اینکه بینش مفصلی باشه ایجاد کرده باشیم. پس ممکنه که یک لینک از چند بادی تشکیل شده باشه. حالا این لینک ها رو ما میخواییم بینشون مفصل یا هر قید دیگه ای برقرار کنیم که سیستم کلی ما رو بتونن تشکیل بدن. پس بریم سراغ مونتاژ اجزا. بلوک هایی که در رابطه با مونتاژ اجزا به کار میرن، اولین بلوک، بلوک ریجید ترانسفورم هست که این بلوک برای ایجاد دستگاه های مختصات و فریم ها به کار میره. همونطور که اینجا مشاهده میکنید، شکل کلی این بلوک به این صورت هست و حتما به خاطر دارید که ما چطور ازش استفاده میکردیم. ما میومدیم در اجزاء خودمون در نقاطی که نقاط خاصی بودن، مثلا نقاطی از یک لینک که باید به لینک دیگه در اون نقطه متصل میشد یا باید یک مفصل در اون نقطه به لینک مورد نظر ما متصل میشد، می اومدیم در اون نقطه یک ریجید ترانسفورم ایجاد میکردیم. با استفاده از ریجید ترانسفورم در واقع یک فریم در نقطه جدید قرار میدادیم تا بتونیم با استفاده از اون فریم دقیقا در اون نقطه‌ای که میخواییم و مورد نظرمون هست اون مفصل
یا لینک دیگر رو بیایم و متصل بکنیم. پس یکی از بلوک های خیلی اساسی در بخش مونتاژ ریجید ترانسفورم هست. بلوک های دیگه ای که برای مونتاژ به کار میره بلوک های جوینت هست. بلوک های جوینت برای ما میان و مفاصل بین لینک ها و بادی ها رو ایجاد میکنن. حالا بلوک های جوینت خودشون انواع و اقسام زیادی دارن، بسیار متنوع هستن، همونطور که در واقعیت هم ما مفاصل زیادی داریم و مفاصل تنوع زیادی دارن. همونطور که اینجا مشاهده میکنید 4 تا از مثال هایی که ما برای بلوک های جوینت در محیط مولتی بادی داریم رو من اینجا آوردم که احتمالاً یه آشنایی نسبی باشون دارید. بلوک رولوت جوینت هست که برای ایجاد مفصل دورانی به کار میره. ما در بخش مقدماتی خیلی از این بلوک استفاده کردیم در پروژه هامون و کلن یکی از پرکاربردترین بلوک ها هست. بلوک بعدی بلوک پریزماتیک جوینت هست که یک حرکت خطی در یک راستا برای ما میسازه و میتونیم یک قید خطی بین دو تا از بلوک هامون اعمال بکنیم. بلوکی بعدی ولد جوینت هست که این بلوک میتونه بیاد و یک جوش رو برای ما شبیه سازی بکنه. دو تا از بادی های ما رو به صورت جوش به هم متصل بکنه و هیچ حرکتی دیگه نسبت به هم نداشته باشن. و این هم بلوک یونیورسال جوینت هست که کاربردهای خاص خودش رو داره. حتما باهاش آشنایی دارید. دقیقاً شکلی هم که روی بلوک رسم شده معرف نحوه کارکرد این مفصل هست. این از بحث مونتاژ اجزا. اما یک بحث دیگه‌ای که در هر پروژه مربوط به سیمسکیپ مولتی بادی حتما باید در نظر گرفته بشه اینه که یک تعدادی از بلوک ها حتما باید توی هر پروژه وجود داشته باشن. در واقع توی هر پروژه و هر زنجیره دینامیکی. زنجیره دینامیکی هم به زنجیره ای از بادی ها و مفاصل بینشون میگن که یک سیستم کلی رو برای ما ایجاد میکنن. در ابتدای هر مکانیزم و هر زنجیره دینامیکی این ستا بلوک حتما باید وجود داشته باشن. این ستا بلوک چی ها هستن؟ بلوک اول بلوک مکانیزم کانفیگوریشن هست که این بلوک کارکرد اصلی که برای ما داره اینه که بعضی از تنظیمات رو میتونیم اینجا اعمال بکنیم که اصلی ترین تنظیمی که در این بلوک باید حتما وارد بکنیم هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ جهت بحث جاذبه هست که هم باید جهت جاذبه مشخص بشه هم مقدار جاذبه و همین که اصلا جاذبه داشته باشیم یا نداشته باشیم. ممکنه که نیاز نباشه توی یک پروژه اصلا جاذبه وجود داشته باشه. این از این بلوک. بلوک بعدی بلوک ورلد فریم هست که کارکرد اصلیش اینه که میاد دستگاه مختصات جهانی و مرجع پروژه و مرجع همه دستگاه‌ها و اجزایی که در پروژه وجود دارن رو مشخص می‌کنه. همه فریم هایی که در پروژه وجود دارند و همه اجزا و لینک ها نسبت به این دستگاه جهانی میتونن سنجیده بشن و ما زنجیره دینامیکیمون رو هم از اینجا شروع میکنیم. ما میتونیم از این بلوک در پروژمون بیش از یک عدد داشته باشیم و در جاهای مختلف این بلوک رو قرار بدیم، ولی همه بلوک های ورلد فریمی که در یک پروژه استفاده بکنیم دقیقاً به یک نقطه اشاره میکنن. حالا ممکنه که ما در نقاط مختلف مکانیزم خودمون نیاز داشته باشیم که به این نقطه اشاره بکنیم و چیزهایی رو بهش متصل بکنیم. پس میتونیم چند بار ازش استفاده کنیم. ولی همونطور که گفتم همشون دقیقاً به یک نقطه اشاره میکنن. و اما بلوک سوم بلوک سالور کانفیگوریشن هست. همونطور که میدونید سیمولینک برای اجرای این شبیه سازی ها یک سری معادلاتی داره، یک سری معادلات واقعی داره که اونا رو باید حل بکنه، حالا با استفاده از روش‌های عددی مختلف، و نتیجهش میشه این شبیه سازی که ما میبینیم، این نتایجی که در نهایت به دست میاد و همه اینها. تنظیمات مربوط به این شبیه سازی در هر پروژه رو خیلی‌هاش رو ما میتونیم در قسمت سالور کانفیگوریشن اعمال بکنیم که البته همونطور که قبلا هم در بحث مقدماتی گفته شد نیازی نیست خیلی به تنظیمات این بخش دست بزنیم، مگر اینکه پروژه خیلی خاصی داشته باشیم، خیلی پیچیده باشه، نیاز باشه دقت رو بیشتر بکنیم. ولی معمولا به تنظیمات مربوط به این بلوک، بلوک سالور کانفیگوریشن، ما خیلی دست نمیزنیم و اونها رو تغییر نمیدیم.
بحث بعدی که باید دربارش صحبت کنیم بحث ایجاد نیرو، گشتاور و یا حرکت هست. ما خب سیستمی که داریم با استفاده از بادی ها و سپس مونتاژ کردن اونها این سیستم رو تشکیل دادیم، نیاز داریم که یک سری نیروها، گشتاورها یا حرکت‌های خاصی رو بهش اعمال بکنیم که الان می‌خوایم یه دوره بکنیم که این نیروها و گشتاورها و حرکت‌ها چطور و با استفاده از کدوم بلوک‌ها میتونستن اعمال بشن به مدل ما. یکی از راه‌ها این بود که ما بیاییم و یک معادلات خاصی رو از مطلب وارد کنیم. فرض کنید که می‌خواستیم یک گشتاور متغیر با زمان یا یک نیروی متغیر با زمان و یا یک حرکت متغیر با زمان که میتونست یک تراجکتوری باشه، بیاییم و اون رو وارد محیط سیمسکیپ مولتی بادی بکنیم و به یکی از بلوک‌های خودمون اعمال بکنیم. مثلا یک نیرویی رو بگیم بر حسب این معادله در طول زمان تغییر بکنه و به یکی از لینک ها وارد بشه. ما میتونستیم این معادلات رو از مطلب وارد بکنیم با استفاده از بلوک مطلب فانکشن. همونطور که میبینید یک همچین ظاهری داشت بلوک مطلب فانکشن که میتونست یک یا چند ورودی داشته باشه و یک یا چند خروجی هم داشته باشه که ما میرفتیم تو محیط مطلب، معادلات خودمون رو در قالب یک تابع مطلب می نوشتیم. اون تابع مطلب یک سری ورودی ها و یک سری خروجی ها داشت. دقیقا همون اسم هایی که برای ورودی ها و خروجی های اون تابع ما در محیط کد نویسی وارد می کردیم روی این بلوک هم ظاهر می شد. معمولا متغیر ورودی ما زمان بود که با تی مشخص می شد و خروجی ما حالا چیزهای مختلف مثل شتاب، سرعت یا موقعیت یا حتی نیرو گشتاور میتونست باشه. این بلوک رو وقتی وارد محیط سیمسکیپ مولتی بادی میکردیم با استفاده از بلوک کلاک میومدیم و بهش ورودی زمان رو میدادیم. این بلوک کلاک در هر لحظه زمان اون لحظه رو ایجاد میکنه و به عنوان ورودی بلوک مطلب فانکشن ما وارد میکنه. این پس یکی از راه ها بود. حالا اینکه این بلوک چطور وصل بشه به بلوک‌های بعدی در ادامه دربارش بحث می‌کنیم. یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داشت. اما یکی دیگه از بلوک‌هایی که در ایجاد نیرو گشتاور یا حرکت مؤثر بود و ما ازش استفاده می‌کردیم، بلوک external force and torque بود که میومد و یک نیرو یا گشتاور خارجی رو به یکی از لینک‌های ما وارد می‌کرد. به یکی از فریم‌ها در واقع وارد می‌کرد که اون فریم به یک نقطه از لینک متصل شده بود. پس نیرو یا گشتاور دقیقاً توی اون نقطه وارد می‌شد. باز هم این بلوک میتونست یک ورودی داشته باشه که این ورودی یا ثابت باشه در همه زمان‌ها یک عدد مشخص باشه یا اینکه بر حسب زمان و در طول زمان تغییر بکنه تا ما یک نیرو یا گشتاور متغیر با زمان داشته باشیم. پس اینم یکی دیگه از بلوک‌هایی که میتونستیم ازش استفاده بکنیم. اما یه بحث مهم اینه که ما این بلوک های مربوط به نیرو و گشتاور رو چطور میتونیم استفاده بکنیم و چطور میتونیم اعمال بکنیم به سایر بلوک ها. اگر یادتون باشه ما یه بحث خیلی مهمی داشتیم درباره انواع سیگنال هایی که در سیمولینک وجود داره. سیگنال ها همون خط هایی بودن که میومدن و بلوک ها رو به هم متصل میکردن. این سیگنال ها میتونستن از نوع فیزیکی باشن یا سیگنال های مربوط به سیمولینک باشن. سیگنال های سیمولینک چی بودن؟ سیگنال های سیمولینک این بودن که میتونستن در همه کتابخانه ها استفاده بشن و هیچ یک ها و واحد خاصی نداشته باشن. یعنی صرفاً یک عدد بودن یا یک متغیر بودن که منتقل میشدن. هیچ واحد خاصی نداشتن. اما سیگنال های فیزیکی هر کدوم اون مقادیری که داخلشون بود و منتقل میکردند حاوی یک واحد یا یک ها بود. مثلا 2 متر بر ثانیه، مثلا 3 کیلوگرم، هیچ کدومشون عدد خالی رو منتقل نمی کردن. حالا اگر ما می خواستیم یک بلوکی که به صورت جنرال در سیمولینک وجود داشت و در کتابخانه های مختلف استفاده می شد مثل مطلب فانکشن رو وصل بکنیم به بلوک هایی که مختص فضای مولتی بادی هستند، نیاز داره که یک تبدیل اینجا انجام بشه، چون بلوک های مولتی بادی صرفاً با سیگنال های فیزیکی کار میکنن و بلوک های جنرال که مخصوص همه فضاهای سیمولینک هستن
صرفاً با سیگنال های مربوط به سیمولینک کار میکنن. پس ما وقتی که میخوایم بین اینها مبادله انجام بدیم، حتماً باید اینها رو به هم تبدیل بکنیم. حالا این تبدیل ها چطور انجام میشه؟ اینجا به دو تا از بلوک هایی که در این تبدیل ها به کار میره و همه تبدیل ها هم با استفاده از همین دو تا بلوک انجام میشه اشاره میکنم. اولیش تبدیل سیگنال سیمولینک به سیگنال فیزیکی هست که با استفاده از بلوک سیمولینک پی اس کانورتر انجام میشه. شکل ظاهری این بلوک هم به این صورت هست دیگه، مثل سایر بلوک ها اون مستطیلی که دورش هست رو نداره. البته در ورژن های مختلف مطلب ممکنه که یک مقدار تفاوت بکنه. پس اگر توی ورژن مطلبی که باش کار میکردید شکل ظاهری این بلوک متفاوت بود، جای نگرانی نیست. پس این بلوک میاد سیگنال های سیمولینک رو تبدیل میکنه به سیگنال های فیزیکی. مثلا به عنوان مثال فرض کنید که ما با استفاده از مطلب فانکشن بخوایم یک معادله رو به یکی از مفاصل و جوینت های خودمون وارد بکنیم. خب اون جوینت یک سیگنال فیزیکی نیاز داره و خروجی مطلب فانکشن سیگنال مربوط به سیمولینک است. پس ما میایم برای اتصال این سیگنال اون وسط از سیمولینک پی اس کانورتر استفاده میکنیم. اما حالت دومی که وجود داره تبدیل سیگنال فیزیکی به سیگنال سیمولینک هست که در سنسورها میتونه کاربرد داشته باشه. ما با استفاده از بلوک پی اس سیمولینک کانورتر که یک همچین شکلی داره و مشابه بلوک قبلی هست، مثلا مستطیل نداره اما خب از لحاظ ظاهری تفاوت‌های مشهودی هم داره، این بلوک میاد و سیگنال‌های فیزیکی رو تبدیل می‌کنه به سیگنال‌های سیمولینک. توی سنسورها ما از این استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون که یک سنسور که در فضای مولتی بادی هست، سیگنالی که در خروجی خودش تولید می‌کنه بر حسب یک سیگنال فیزیکی هست. چون که یک متغیر فیزیکی رو اومده اندازه‌گیری کرده و حالا خروجی رو بر حسب اون تولید کرده. اما نمایش دهنده ما، مثلا اون اسکوپ یا بلوک دیسپلی، هر کدوم از نمایش دهنده های ما یک بلوک جنرال هستن در محیط سیمولینک و سیگنال های سیمولینک رو فقط قبول میکنن. پس ما باید حتما یک بلوک پی اس سیمولینک کانورتر در اون وسط قرار بدیم تا از این بابت مشکلی نداشته باشیم و این تبدیل سیگنال به خوبی انجام بشه. اما بجز این بلوک هایی که تا اینجا بهش اشاره کردیم، ما از بلوک های دیگری هم در مدل های خودمون استفاده می کردیم و هر کدوم رو بنا به کاربردی که داشت به سیستم خودمون متصل می کردیم. چند تا از بلوک هایی که معرفی کردیم الان حائز اهمیت بیشتری هستند برای ما، چون که می خواهیم در پروژه های پیش رو هم ازشون استفاده بکنیم. بر همین یک مرور سریعی روی دو تا از بلوک هایی که بسیار پرکاربرد هستند و در پروژه های این دوره هم قرار ازشون استفاده بکنیم انجام میدیم. یکی از بلوک ها که الان میخوام معرفی کنم برای محاسبه یکی از پارامترهای دلخواه نسبت به مختصات گلوبال یا لوکال به کار میره که بلوک ترانسفورم سنسور هست. به عنوان مثال فرض کنید میخواید موقعیت یک نقطه دلخواه رو در فضا تعیین بکنید در زمانهای مختلف. حالا این موقعیت میتونه نسبت به ورد فریم و دستگاه مختصات جهانی باشه یا میتونه نسبت به یکی از فریم های جانبی باشه که حالا هر جای سیستم ما ممکنه متصل شده باشه. ما اگر بخوایم موقعیت یک نقطه خاص رو در زمانهای مختلف نسبت به یکی از این فریم هایی که عرض کردم به دست بیاریم و پیدا بکنیم، میتونیم از بلوک ترانسفورم سنسور استفاده بکنیم. اینجا اشاره به مختصات گلوبال یا لوکال کرده که دقیقا همین بحثی که ما میخواییم نسبت به ورد فریم و دستگاه مختصات جهانی این اندازه گیری انجام بشه یا یک دستگاه مختصات و فریم محلی که حالا توی تنظیمات بلوک هر کدوم رو میتونیم به دلخواه انتخاب بکنیم و همونطور که میبینید یک F داره که نشاندنده فالوور هست و یک بیس داره که با B اینجا نشون داده شده. هر کدوم این پورت ها باید به یک بخش دیگه از سیستم که حالا تنظیماتش رو در داخل خود بلوک تنظیم میکنیم متصل بشه. اما بلوک دیگری که میخوام خدمت شما اینجا معرفی بکنم و در واقع مرور بکنم اون رو، بلوکی هست که برای نمایش نمودار تغییرات یک یا چند پارامتر بر حسب زمان استفاده میشه و بلوک اسکوپ هست.
بلوک اسکوپ بلوکیه که در همه کتابخانه های سیمولینک قابل استفاده است و صرفاً مختص سیم اسکیپ مولتی بادی نیست. پس یک بلوک جنرال هست که ما میتونیم در پروژه های مختلف سیمولینک ازش استفاده بکنیم و میاد یک سیگنال رو تحویل میگیره به عنوان ورودی و اون سیگنال رو بر حسب زمانی که اون سیگنال به دست اومده و در طول زمان میاد روی نمودار رسم میکنه که محور افقی زمان خواهد بود و محور عمودی اون پارامتر اندازه‌گیری شده هست. همونطور که قبلا هم عرض کردم، این اسکوپ چون که یک بلوک جنرال هست، سیگنال ورودیش حتما باید سیگنال بدون واحد و سیگنال سیمولینک باشه. نمیتونه یک سیگنال فیزیکی رو به عنوان ورودی قبول بکنه. پس ما وقتی که بخوایم از هر کدوم از سنسورهای داخل محیط سیم اسکیپ مولتی بادی به بلوک اسکوپ یک سیگنال وصل بکنیم، باید حتما بینش یک کانورتر قرار بدیم تا تبدیل سیگنال انجام بشه. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ممکنه ما بخوایم چند تا پارامتر رو همزمان در یک اسکوپ مشاهده بکنیم تا مثلا بتونیم اونها رو با هم مقایسه بکنیم. همچین امکانی هم وجود داره و یک اسکوپ میتونه همزمان تغییرات چند پارامتر رو هم در طول زمان به ما نشون بده. خب این هم از بحث یک سری دیگه از بلوک‌هایی که باید مرورشون می‌کردیم و در پروژه‌های آتی هم برای ما کاربرد خواهند داشت. توی این قسمت می‌خوایم یک مروری داشته باشیم بر نحوه ران گرفتن از یک مدل و سیستم و بعد از اون هم مشاهده انیمیشن حرکت اون سیستم در محیط مکانیزم اکسپلوررز. این مدلی که اینجا مشاهده می‌کنید یکی از مثال‌هایی هستش که به صورت پیش‌فرض در خود سیمولینک موجوده و می‌تونید ازش استفاده بکنید و شاید شکل ساده‌ای هم داشته باشه ولی فوق‌العاده پیچیده است. همونطور که می‌بینید از زیر سیستم‌های متعددی اینجا تشکیل شده. من اگر دوبار روی این بخشم کلیک کنم خودش شامل کلی بلوک و بادی و زیر سیستم‌های دیگه میشه. دوباره هر کدوم اینها خودشون یک زیر سیستم دارن برای طراحی هر بادی. بر همین چیز ساده ای نیست و برخلاف شکلش پیچیده است. اما ما فعلا کاری به این مثال نداریم و با این مدل کاری نداریم. صرفا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم از یک مدل ران بگیریم و بعد انیمیشنش رو تماشا بکنیم. این قسمت رو هم پس با هم مرور بکنیم. برای ران گرفتن از تب سیمولیشن میتونم گزینه ران رو در اینجا بزنم. وقتی گزینه ران رو میزنم همونطور که مشاهده میکنید انیمیشن این مکانیزم شروع میکنه به اجرا شدن. انیمیشن رو اینجا مشاهده میکنید و کادری هم که اینجا باز میشه در محیط مطلب باز میشه. نام کادر در این گوشه نوشته شده Mechanics Explorers که مخصوص نمایش انیمیشن مدل شبیه سازی شده ماست. اگر بخوایم این کادر بزرگ بشه کافیه که روی این لبه بالایی که آبی رنگ هست دوبار کلیک بکنیم. کادر بزرگتر میشه. برای اینکه این انیمیشنی که اینجا اجرا شد رو بتونیم دوباره ببینیم میتونیم از این گزینه ها استفاده کنیم، دوباره از اول پلی بشه. با استفاده از این اسکرول میتونیم پیش بریم در طول زمان. همونطور که میبینید زمان کل 20 ثانیه است، از 0 تا 20 اینجا مشخص شده. در اینجا میتونیم سرعت انیمیشن رو، سرعت پخشش رو در واقع کم یا زیاد بکنیم. تو این قسمت میتونیم بگیم دقیقاً به چه زمانی بریم. مثلا میخوام برم تو ثانیه 5 5 رو میزنم و اینتر رو فشار میدم تا برم به ثانیه 5. پس اینجا مربوط به پخش میشه. تو این بالا ما گزینه هایی رو داریم که میتونیم نمای دید خودمون رو نسبت به این مدل تنظیم بکنیم، اینکه از کدوم زاویه به مدلمون نگاه بکنیم. هر کدوم این گزینه ها رو که من بزنم از یک زاویه مدل ما نمایش داده میشه و فرض کنیم مثلا از این زاویه من اگر پلی رو بزنم مشاهده میکنید که چه اتفاقی میفته. همونطور که میبینید این مدل طوری طراحی شده که عملگر نهایی اون میتونه یک مسیر خاص رو روی یک پلیت طی بکنه و این سه تا مسیری که اینجا مشخص شده مسیرهایی هستن که نوک عملگر طی میکنه که از این زاویه حالا بهتر مشخصه. یکی از فایده هایی که ما میتونیم از زاویه های مختلف به جسم نگاه کنیم همین هست و این هم که زاویه ایزومتریک هست به صورت سه‌بعدی.
اگر بخوایم به صورت دستی زاویه رو تغییر بدیم، کافیه که اسکرول موس رو فشار بدیم و موس رو تکون بدیم تا بتونیم از زاویه های مختلف به مدلمون نگاه بکنیم. اگر یادتون باشه این نکته رو هم گفتیم که وقتی که با اسکرول میخوایم کلیک بکنیم و اسکرول رو فشار بدیم، اگر موسمون روی یکی از بخش های مدل باشه، همونطور که میبینید یک فریم زرد رنگی اونجا ظاهر میشه و کل مدل حول همون فریم شروع میکنه به چرخیدن، همونطور که میبینید. ولی اگر در خارج مدل این فشار دادن اسکرول انجام بشه، اون فریم زرد رنگ در مرکز جرم کل مدل قرار میگیره و کل مدل هم حول همون فریم زرد رنگ شروع میکنه به چرخیدن. برای زوم کردن میتونیم از چرخوندن اسکرول استفاده بکنیم، هم برای افزایش زوم هم برای کاهش زوم. روی هر نقطه‌ای هم که موس رو ببریم، زوم روی اون نقطه انجام میشه. مثلا فرض کنیم من میخوام روی این ستاره زوم بکنم، موس رو میارم اینجا و اسکرول موس رو میچرخونم. به این صورت. ابزارهای دیگه‌ای هم در این بالا هستن که میتونن ما رو کمک کنن. این ابزار که با استفاده از اسکرول موس هم میشد انجام بشه، ابزار که توی همین صفحه‌ای که ما داریم مشاهده می‌کنیم چرخش رو انجام میده، ابزار پن هست که بدون اینکه زاویه رو عوض کنه توی همین صفحه میتونیم نمای دید رو جابجا بکنیم. دقت داشته باشید همه این ابزارها فقط و فقط میان نمای دید ما رو عوض میکنن و اصلاً جای این ربات رو تغییر نمیدن. گزینه‌هایی هم که برای زوم داریم اینا هستن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اگر کلیک بکنم روی این گزینه و درگ بکنم در محیطم به سمت بالا و پایین، میتونم روی تصویر زومم رو کم بکنم یا زیاد بکنم و با استفاده از این گزینه هم میتونم روی یک ناحیه خاصی از تصویر زوم رو انجام بدم. در نهایت اگر خواستم که برگردم به زاویه‌ای که کل این مدلم مشخص باشه و فیت شده باشه تو تصویر، میام این گزینه رو از اینجا انتخاب میکنم، گزینه فیت تو ویو. به این صورت کل مدل من دیده میشه. همچنین توی این قسمت اگر که بخوام همه مراکز جرم نمایش داده بشه، این گزینه رو میزنم، میبینید که برای هر بادی مرکز جرمش مشخص شده. من اگر زوم بکنم مثلا این مرکز جرم این بادی زرد رنگ هست، یا پایین تر باز مرکز جرم این بادی مشخص شده و به این صورت. دوباره اگر روش کلیک بکنم این مرکز جرم ها مخفی میشن. گزینه‌ای که اینجا وجود داره میتونیم باهاش فریم ها رو مشخص بکنیم، همه فریم هایی که در مدل ما موجود هستن رو اینجا ظاهر بکنیم تا با استفاده از اونها بتونیم حالا بعضی از تحلیل ها یا رفع اشکال های خودمون رو نسبت به این پروژه انجام بدیم. یه بار دیگه که کلیک بکنم همه این فریم ها هم مخفی میشه. در سمت چپ اینجا ما میبینیم که یک نمودار درختی موجوده که همه اجزای این سیستم داخل این نمودار هستن و ما یک سری از تنظیماتی رو که حالا وارد جزئیات نمیشیم، در قسمت مقدماتی بحثش انجام شده، اون جزئیات رو میتونیم در اینجا ما تعیین بکنیم و مثلا بعضی از اجزا رو هاید بکنیم یا شو بکنیم، مخفی بکنیم، نشون بدیم، یا تغییرات دیگه‌ای که ممکنه نیاز باشه از این قسمت میتونه انجام بشه. خب توی این بخش ما قصد داشتیم که یک مروری هم بر محیط مکانیکس اکسپلوررز انجام بدیم تا در طول این دوره هرگاه خواستیم از این محیط استفاده بکنیم دیگه مشکلی برای شما عزیزان نباشه. به نام خدا. در فصل دوم ما بحث اصلیمون بحث مدل سازی تیرها در مولتی بادی هست که حالا توضیح خواهیم داد. تیرها بادی هایی هستند که انعطاف پذیر هستند و تحت نیروهای مختلف و گشتاورهای مختلف میتونن تغییر شکل بدن، حالا با یک شرایط و یک تئوری های خاصی. اما در کنار این بحث اصلی ما به یک سری بحث های جانبی هم میپردازیم. بعضی از بلوک های بادی رو که هنوز معرفی نکردیم خدمت شما معرفی میکنیم و جزئیاتش رو هم شرح میدیم. در کنار اینها یک پروژه هم از مدل سازی تیرها برای فهم بهترش انجام میدیم. قبل از این که بریم سراغ توضیح تئوری های مربوط به مدل سازی تیرها در مولتی بادی و همچنین پیاده کردن پروژه در محیط سیم اسکیپ مولتی بادی، اجازه بدید که بریم و درباره سایر بادی ها یک سری نکاتی رو مطرح بکنیم و بعد بریم سراغ بحث اصلی. خب من از این پنجره مربوط به سیمولینگ میام که یک پنجره جدید برای مولتی بادی باز کنم. برای این کار
در قسمت نیو، میرم پایین تا بخش سیم اسکیپ رو در اینجا پیدا کنم. سیم اسکیپ یه سری زیر مجموعه هایی داره و در این قسمت مولتی بادی قرار داره. کرییت مدل رو میزنم تا مدل مولتی بادی بر من باز بشه. بله، این یک صفحه آماده برای ایجاد کردن پروژه های مولتی بادی هست که اصلی ترین بلوک های مورد نیاز ما رو خودش به صورت پیش‌فرض آورده. خب من این توضیحات رو از اینجا پاک میکنم، انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم. فعلا کاری با این محیط نداریم. برای اینکه بلوک های مربوط به بادی رو ببینیم، میریم به بخش لایبرری براوزر. توی این بخش، حالا بذارید من این رو بزرگ هم بکنم که بهتر مشخص باشه، در این بخش که کتابخانه های سیمولینک مشخص شده، میرم پایین تا سیم اسکیپ رو در اینجا پیدا کنم. زیر مجموعه سیم اسکیپ مولتی بادی وجود داره. اگر کلیک بکنم، بخش های مختلف مولتی بادی اینجا دیده میشه. خب من میرم توی بخش بادی المنتس. همونطور که میبینید یک سری از بادی ها اینجا قرار دارن به صورت تکی و دو تا زیر مجموعه اینجا موجوده که هر کدوم شامل یه تعدادی از بادی های دیگه میشن که هر دو تا زیر مجموعه رو ما در ادامه خدمت شما شرح خواهیم داد. بقیه بادی ها که با خیلیاش آشنایی دارید، بریک سالید که برای ایجاد یک هندسه مکعب مستطیلی به کار میره با وارد کردن ابعادش، بلوک سیلندریکال سالید که برای ایجاد استوانه به کار میره، این بلوک برای رسم یک بیزیگون سه‌بعدی به کار میره، بلوک اکسترودد سالید که باز در فصل اول بهش اشاره کردیم به صورت مروری که میاد یک سطح مقطع دلخواه رو میگیره و اون رو اکسترود میکنه در جهت زد، فایل سالید که برای آوردن یک فایل از نرم افزارهای کد استفاده میشه، این بلوک گرافیک هست که خدمت شرح خواهم داد جزئیاتش رو، بلوک اینرشا هست که این رو هم شرح میدم، بلوک اینرشا سنسور این رو هم شرح میدم و دو تا بلوک انتهایی که بلوک ریوالد سالید برای اینه که یک سطح مقطع رو حول یک محور دوران بده و یک جسم سه‌بعدی بسازه. سطح مقطع این دقیقاً مانند سطح مقطعی که توی بلوک اکسترودد سالید ما تعیین می‌کردیم تعیین میشه و در نهایت بلوک اسفریکال سالید که میاد برای ما یک کره رو شبیه سازی میکنه. ما باید شعاع کره رو مشخص بکنیم تا کره برای ما ایجاد بشه. همونطور که گفتم، ما میتونیم اجزای سیستم رو با استفاده از یکی از اینها یا ترکیبی از چند تا از اینها بسازیم. ما اگر که این بلوک ها رو بدون واسطه، بدون مفصل بیایم به هم متصل کنیم، اون دوتا بلوک تشکیل یک جسم میدن، نه تشکیل دو جسم. کاملا نسبت به هم ثابت هستن و میان و با هم یک جسم مرکب رو ایجاد میکنن. همچنین اگر بین این بادی ها یک فاصله باشه، ولی اون فاصله یک ریجید ترانسفورم باشه، این باعث میشه که باز هم اونها یک جسم مرکب رو تشکیل بدن و چند تا جسم جداگانه حساب نشن. پس این نکته مهمیه که نیاز نیست ما یک جسم رو حتما با استفاده از یه دونه از اینها فقط بسازیم. حالا اجازه بدید که بریم سراغ گزینه‌های بعدی، این سه تا گزینه‌ای که قرار بود خدمت شما شرح بدم.